سلام، به به دوستان و رفقای بامرام، جمالتون و گلبارون فدایی دارین، اونم چجور. عرضم به حضور انور عالی که این یارو خبیسی گذاشته پشت سفر درمانی. داره چهار گوشه کشور رو میچرخه، بلکه آبی رو آتیش خشم مردم بریزه. اما آتیش بیشتر گر میگیره. بله، این بار رفته بود تبت، ملاحظه بفرمایین. من در راستای سفر به استانهای مختلف که دور از تشریفات مصطلح انجام میشه، امروز رو تصمیم گرفتم که بیام به استان خراسان جنوبی. مسئله آب مسئله بسیاری از استانهای ماست. ما داریم مسئله آب رو در خیلی از استانها دنبال میکنیم بشه یک سری از راهکارهای کوتاه مدت رو فکر میکنیم، یک سری از کارهای اقدامات بلند مدت رو. به این میگن وعده های آبکی. خبیثی حتی از وعده دادنم میترسه و میگه فکر میکنم. زیادی فکر نکن میخوری زمین. فکراتو بذار دم کوزه، آبشو بخور. آخه مگه تو فکرم میکنی؟ یارو داره ایز گم میکنه و میخواد با این حرفا فاجعه بزرگتر رو بپوشونه. اما یارو کور خوندی، اونم کور خوندنی. بله. به زودی کشور با فاجعه انسانی وحشتناکتر از پیک پنجم مواجه خواهد شد. در صورتی که 10 میلیون هندی در یک روز واکسن کرونا دریافت می کنند، ترکیه 97 میلیون واکسن تزریق کرده است، یا تعداد بیماران و مرگ و میر در کشور چین کمتر از استان خوزستان ایران است، وزیر بهداشت جدید همچنان از وزیر قبلی که یک فرش قرمز خوشامدگویی برای ویروس پهن کرده بود تعریف می کند. اگر میانگین کشته ها از روز تنفیذ رئیس جمهور تا امروز در نظر گرفته شود، تا کنون نزدیک به 17,000 ایرانی طی یک ماه در اثر کرونا کشته شدند. در طول یک سال اخیر، مقام‌های کشور حدود 30 وعده مختلف در ارتباط با واکسن کرونا دادند و حتی یک مورد آنها نیز تا کنون عملی نشده است. ای لعنت به این نظام ضد بشر! 30 تا! بهتره بگی 30 تاشو تو شمردی! وعده درمانیه سگ و سیله های نظام رکوردای گینس را هم جا به جا کرده. اینا وعده درمانی رو به مرحله ایشالا درمانی و سفر درمانی ارتقا دادن. یه نمونه شو داشته باشین. همین فردا ما 10 میلیون میاد، امروز 5 میلیون اومد، تا آخر این ماه ما نزدیک به 40 تا 50 میلیون دوز واکسن که همین الان ما 32 میلیون هم زدیم. ما در تیر ماه تا آخر تیر ماه ما فقط 5 میلیون واکسن زده بودیم. الان 32 میلیون تزریق شده در کشور و 40 میلیون دیگه هم داریم و تا انشالله مهر ماه هم مقدار زیادی که به ما گفتن خیلی آمار ندید، ما به طور کلی میگیم که وضع واکسن خوبه، انشالله واکسن میاد. اصلا هیچ نگرانی از این بابت نداریم. چاخان الممالک، چاخانات در حد لالیگاست. این یارو هم اینه هم مخبر طوری چاخان میکنه که گوبلز هم تو اون دنیا به حسادت میفته. بله، تا اینجای کار خبیثی دو طرح عمده واسه مقابله با بحرانای نظام رو کرده. یکی سفر درمانی، دومی هم ایشالا درمانی، تا ببینیم بعدی چجور درمانیه. دوستان مرحمت زیاد.